خالق الأفلاك سميع بصير، ارزقني هداك جنب لساني أو هب لنا ذاك والخير الكافي ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپل گرانو کتونکو ته هر کله وای موزه تاسو ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ دغه پروګراماتو ته خې طریقې سره توجه وکئ او دغه پروګراماتو نه خروغه فائدہ حاصل کړئ. گرانو کتونکو تیر شوی پروګرام کې مخبل گران کارپو حجۃ الاسلام والمسلمین ډاکټر حسن مشتبه نه ډیره خې طریقې سره عقاید ولا خبرې اترې زده کړې وي، غواړو دې پروګرام کې زل بیا غن نوره فائدہ حاصل کړو. ډاکټر صاحب زتا استادی پروگرام کې زل بیا خوش آمدید وایم. ډیر مننه مولانا صاحب. تیر شوی پروگرام کې تاسو موږ غرنو کتونکو سره د عقاید امامي اور ډیره ښه طریقې سره خبرې اترې کړې وي، غواړو دې پروگرام کې دین په اړه کې خبرې درې وکړو. څه دین څه شی تویل شي، دین معنی څه دی، او قرآن مجید کې دین څه شان څه ذکر شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ستا ستا اندشان سر اخبالو گرانو کتون کیو تا سلام عرض کام. مو تیرش پروگرام کے درے کم کلمی مکتب دی مذهبونه دی، یو اشعره ورته یو معتزله او یو امامیه او عدلیه، دی په باره کې مو بحث کول او دغو اصول کوم دی دین کې، مذهب له کوم اصولی دی غو په باره کې مو خبرې اترې وکړي. نن تاسو کوم سوال وکړ څه دین څه ته وایي، نو په کار دی باندې خبرې وشي. چونکه مو همیشه یو څه د ما دین دا دی تا دین دا دی، دین معنی څه دی، او دین لغت کې څه شي ته وایي، قرآن کې څنګه څه شان سره دین معرفي شوی دی، او اصطلاح کې دین څه ته وایي. دین لغت کې که چیرې مو وکړو فارسی کې، نو عین او طریقت ته طریقت او شریعت اندې شان سره نورو زبانونو کې هم اردو یا پښتو کوم دین معنی کېږي، یعنی د طریقه او شریعت کوم لیاری باندې صیغه دین. جی عربی کې عربی کوم لغت دی کې کوم دین استعمال شوی دی د عربو لغت کې، غ جزا او اطاعت په معنی باندې راغلی دی. قرآن مجید کې کچری مو وکسوم، نو د دین هم جزا په معنی باندې راغلی دی، هم اطاعت په معنی باندې راغلی، هم شریعت په معنی باندې ذکر شوی دی. جی لکه کچری مو نظر وکوم، جمله زیاد تکرار کوم، دغه آیات مویون سه مالکی یوم الدین، دغه سه که دین معنی دی جزا، الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، هم دی دالمین و رب سغه رحمن و رحیم دی، او ده جزا و ریزی مالک دی، دغه سه که دین ده جزا په معنی باندې دی. بل آیات غا د توبه والا درې درشم آیات دی، غا کې دین د غا په معنی باندې دی، شریعت په معنی باندې دی. څنګه ځکه خدای متعالی ارشاد فرمایي، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، هغه خدای څنګه خپل رسول راستول هدایت سره او حق شریعت سره. دین الحق یعنی حق شریعت سره، دغه ځکه دین شریعت په معنی باندې. بل آیت څخه ځکه دین بندگی و اطاعت په معنی باندې راغلی دی، غد
یونس کوم سورته د شلدویم آیه باندې آیه کې دي شان سره خدای تعالی ارشاد فرمایي دعو الله مخلصین له الدین. مخلصین له الدین یعنی څنګه مخلصین دی او غوډه پر اساس شری بندگی او اطاعت یعنی غموتی دی او بندگی اظهار کی. پس قرآن مجید که هم جزا په معنی راغلی دی هم اطاعت په معنی باندې راغلی دی او هم شریعت په معنی باندې ذکر شوی دی. جی مو بده وی چې اصطلاح کې دین څه تعریف شوی دی؟ کوم اصطلاح کې دین معنی کیږي یو عامه معنی د دین کیږي جی څه کې ټول دینونه شاملېږي حتی هغه دینونه څه غو آسماني کتاب نه مني هم غو هم ورکې شاملېږي یعنی هر هغه عملی او فکری دستورونه هغه طریقت څه باندې خلق عمل کی او دا کی دلاری ست خدای متعال طرف نه راغلی دی دیتای دین صدی که ټول دینون ادیان سورا دی سورا دینون دی غادی که شاملی کی. یو د دین ای و خاص معنا دی غا دین دا معنا دی چه دین ای و مجموعه دی د عقاید و د احکام و د اخلاق. پس اصطلاح که دین چش دی سغم امامیه دغه تعریف کی نور مسلمانانم اسلام کی ته دین تعریف دیشان سره کیږي څه دین مجموعه دی د عقیدې د حکم احکامو او د اخلاقو که بل عبارت سمو یعنی دین مجموعه دی د فکر عمل او رفتار یعنی دغه طریقې سره همو یلی شو. پس دین کې درې شیونه دی مو سره څهغه کې هم عقیده دی هم عمل دی هم اخلاق دی. دغو درو کې یو شی هم نه وي غا دین څه شی دی ناقص دی. پس دین جوړ شوی دی عقیدې نه عمل نه احکامو نه مسایلو نه او اخلاقو نه. یو انسان څه اخلاق نه لري غا دین نه لري. یو انسان څه غا عمل یعنی مونځ روژه خوم زکات دا نه لري غا دین نه لري. یو انسان څه عقیده نه لري غا دین نه لري. پس دین اصطلاح کې دغو درو شیانو مجموعې ته د دین نه. جی ډاکټر صاحب که څنګه موارو اصول 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 دین فروی دین د اصول څه ته ویلی شي او اصول دین څه شي ته ویلی شي؟ جی مو که چیرې وګورم اصول دین جی اصول دین دوه شیونو نه جوړ شوی دی یو اصول یو دین. اصول دین اصل که چیرې مو وکسوم اصل کومه معنی دی غم په د بیخ د یو شي بیخ دی د یو شي جرته څه شي نه اصل نه دیوشی بنیاد هست شینی اصل نی. البته اصلی و بله منم که هیچ اصل مقابل که در جل دی فرع دی مویون سه در اصل دی دست شده فرع دی. یو اصل مقابل که در اعتبار مرسی در اصل اصیل دی در اعتباری دی. یو بل اصل با مقابل که در یعنی حقیقت با مقابل که در بطل دی پا منه که هم رسی و دقصه که کم مرادی مورنه اصل نه مراد دقصه که اصول دین یعنی د دین بنیاد. جی د دین بنیاد چه باندې یخی شوه دی غته دی اصول دین. اصول دین که چیرې مو وکسوم اصول دین ای و عامه معنا دی یعنی اقل کم مخکې دین که په باره که ذکر وکه یعنی هغه احکام هغه عقیده و هغه اخلاق څه خدای متعال طرف نه په باره که دستور غلیوی غته دی دین صدی که ټول ادیان شامل دی سور دینونو والا دی غور که شامل دی. یو د اصول دین و خاص معنا دی غو اصول دین هغه دی چې غباندی د دین بنیاد متوقف دی غته د دین اساس نی یعنی که چیر غنوی اصلا دینش دادی سغه صرف ابراهیمی کوم دینونه دی غوته شمیلی غا چه شده؟ غا توحید دی غا نبوت دی و غا چه شده؟ معاد دی جی. ده قدره ده دین والا جلو ندی ده دین والا بنیاد دی ده دین بنیاد اول توحید بانده یخ شده دی بیا نبوت بیا رسه معاد دی
څه مسیحیان هم د دې عقیده لري، یهودیان هم د دې عقیده لري، او مسلمانان حتما د دې عقیده لري. اما اسلام کې بیا خاصترین معنی بله شوی دی غلط څه، البته نه سوا زمانی کې اکثر علما د دې قیل نه دي، خو کوم متقدمین و مخکې زمانی کوم دانشمندان و علما و خاص کر امامیه کوم و شیعه علما ویل څه اصولی دي مسرد څه دي؟ پنځه دي. توحید، نبوت، عدل، امامت و قیامت. څنن سبا کوم علما دي شیعه غیت نه مسرم د اصولی دي نه اندادری دي، بقیه څه کوم دي؟ غا اصول مذهب ورته ویل شي، د مذهب اصول دي، بنیاد دي. او مثلا کله هیڅ اصول دین څه دي؟ اصول دین درې دي: توحید، نبوت و معاد. امامت نبوت کې شاملې، او عدل معاد کې شاملې. څه نبوت نو بس کو، یعنی امامت هغه کې ذکر کیږي، کله معاد نو بس کو، یعنی ورکه د عدل هم ذکر کیږي. پس معاد بغیر د عدل نه اصلا امکان نلري. لذا اصول دین د شان سره ذکر شوی دی، او د شان سره معنی ذکر کړي. جی ډاکټر صاحب، ډېر ډېر مننه کوم، واخنه وړم وړه د مخلو دمد بعد بیا خپل پروګرام ته واپس راځم. ګرانو کتونکو، اوس مو وړه د مخلو دمد بعد تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر کیږو. الله یا الله والحمد لله، الله یا الله سبحان الله، الله یا الله والحمد لله. ګرانو کتونکو، یو ځل مو بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته خرو بیان وکړلو. که څنګه تاسو ذکر هم وکړو اصول دین او اصول مذهب، د دې کې به اوسه کېدی شي ګرانو کتونکو هم دغه ذهن ته سوال راغلی وي، د اصول دین او اصول مذهب کې څه فرق دی؟ چې مو که چیرې وګورو، یو اصول دین دي څه هم متفقون علیه دي، روان ټولو مسلمانانو اتفاق دي. حتی ذکر هم وکړو کوم آسمانی دینونه دي، مثلا یهودیت و مسیحیت، و هم دی باندې اتفاق دی. غا اتفاق والا کوم اصول دی، اصول دین دی، غا یو توحید دی، نبوت دی، معاد دی. ستوحید ټول مسلمانان یهودیان و مسیحیانی منی کار دی. مودی یو خدای قائل علی به موی اون صدا انسان څه شدی؟ دین داره دی. ویلا که چیره چوکی خدای نمانی، نو اسلام حوالی سغا دین داره ندی، بی دین انسان وردی. ادیشا سر نبوت، آقا کسان سغا ده انبیا نمانی، قد شدی قد همویو بی دین انسان، چون که انبیا نمانی. یهودیان مسیحیان سر انبیا دی غطول منی، یهودیان طول انبیا منی، تا موسی علیه السلام پوری. خو موسی علیه السلام ده بعد حضرت عیسی علیه السلام و دمو پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دیو نبوت نمانی. مسیحیان و عیسیان هم حضرت عیسی علیه السلام پوری ټول انبیا منی، و بعد مو پیغمبر اکرم د دې نبوت و رسالت نمانی. اما نور انبیا منی. دیو جنمو د ادیان توحیدی که ذکر شوین کوم د یو خدای منون کی کوم دینونه دی؟ غا اسلام دی، یهودیت و مسیحیت. جی اندیشا سره مات قیامت ورز، قیامت ورز هم یهودیان هم عیسیان هم مسلمانان در طول دی منون کی. اما دین علاوه زنیش اندیشا سره دی چه غم دو که اختلاف دی طول مسلمانان یهودیان مسیحیان و دو منز دیوی نمانی، بلکه و خاص گروه هست سره خاص دی. چه اهل سنت که اندیشا سره نظریش تا مثلا نظریه اکتساب ورته صدا هست که ضرورت نیشد صدا توضیح برکم، یا مثلا نظریه حال ورته سو متزله دی کهیل دی اکتساب شعره دقیق کهیل دی، یا مثلا کلام نفسی ورته لکه مخی موزه کنه وکه اصول متزله، متزله و کم اصول دی اشعره و کم دقیقه مذهب خپل اصول دی. منزلون بینن منزلتین یادت کوم معتزله ای اندیشان سر امامیا و
یو اصول دی خپل مذهب خونه، یو اصل دی امامت. امامت دا د شیو مذهب سره خاص دی، صدا د مذهب اصلونه ګڼل شي. بیا اوس دغ ځکې دا خبره راځي، څه پس کله دا مذهب اصول مذهب شو، پس اصول دین سره یې فرق څه دی؟ څه فرق یې؟ خب اصول مذهب لکه خود بدا مو رجعت شه دا د امامی ها اصول مذهبونه شمری. اندیشان سره عدل، د عدلی ها سه عدل هم معتزله یلو سه عدل دا اصول دین نده، هم امامی ها وید سه دا اصول دین نده. جی دی وجه نید سه عدل دا عدلی ها اصول مذهب نده و خاص کرده امامی ها اصول مذهب نه شمری. یو منز که فرق داده ایچه طول مسلمانان متفق دی که شاد اصول دین یوشی انکار وکه دست انسان اسلام نسه شکیگی خریجی شاد توحید انکار وکه اسلام نه خریجی، شاد نبوت انکار وکه اسلام نه خریجی، شاد معاد انکار وکه اسلام نه خریجی. جی اما اصول مذهب دیشان سره ندی. اصول مذهب شیو درکی داده که چا مثلا د امامت د مو ولسو امامانو چه جهیل وی خوبانده انکاری وکه اسلام نه نخریجی، مسلمان دی خو د ایمان دغه نقیسته، ایمان حواله سر ایمان دغه کمیله نده لذا هم مسلمان دی. نو داد اصول مذهب و اصول دین که فرق شه. مخی زمانی که معتزله و شیعان دی خپل اصول په مطابق یو بل بی که کافر ګڼل، حالانکه ته چا ته خپل اصول مذهب په مطابق چا باندې د کفر فتوا نشي لکه، بلکې کچیر اصول دین انکاری وکه او هغه شیان څخه اصول دین ته ګرځي دغه انکاری وکه، داس انسان کافری کی ویل هغه انسان اسلام نه خریجي. جی لکه زه ډېره مننه کوم که څنګه تاسو ډېر خروغ بیان وکړه، خو ځکه دا یوه بله پوښتنه زه راتېڅه که اصول دین موسا یو اصول دین دی یو مسافر دین دی، دیو څه شي ته ویلی شو، دیو کې څه فرق دی؟ بالکل ډېره ښه پوښتنه ده. څه مو اکثرو خلکو ته به دې په باره کې پته نه وي چې اصول دین او فروع دین کې څه فرق دی. اصول دین فروع دین نه واضح دی معنی، او کېدای شي مو عام خلک دې په معنی پوه نه شي. اصول دین دی دین جړونه، فروع دین دی د دین شاخونه. جی مو سره د دین جړونه مثلا په مثال دی ویمه نه دی تی ویمه نه فرض کوونه یو جړ وی یو څه شي وي څنګه وي؟ بالکل کچېر جړ ختم شي مکمل څنګه ورځيږي تغي وچي او کدي شي جړ ختم نشي خو څنګه کدي شي کمی زیات شي. دین په مثال دی دی دین یو جړ دی یو بنیاد دی، څنګه توحید نبوت معاد قیامت دی. جی یو فروع دی شاخی دی چه امامیت دی دولست ایولست شخونه ذکر که فوری دی موسنه ایولست دی لکن منزنه شروع که که بیارو شهده خمسته زکات و غیره تا تقلید مسئله پوریس تا امامیت دی قیل دی امری بالمعروف نیمه که تولا تولی و تبری حج زکات حج خمس. زکات خمس جی. در طول جهاد فرودین که رسی فرودین که رسی. دیو منز که فرق سده، فرق داده چه کچی ریچا اصول دین نه ایوه اصل این کارم که و انسان اسلام نه خریج جی کافیرش مرتدش. اما فروع دین که مسئله داده چه کچی ری چا دی ایوه دین ایوه فره ایوه شاخ یو فروع دین انکاری و که کچی ری دی انکار ده خدای انکار سبب جوړیږي، یا د دی انکار د نبوت انکار سبب جوړیږي، یا د دی انکار د قیامت انکار سبب جوړیږي، اخ صورت کې انسان اسلام نه خریجي. کچیرې دغه فروع دین د دی فروع دین انکار د توحید نه خریجي دو سبب جوړ نشي، نبوت نه خریج کې دو سبب جوړ نشي، قیامت انکار ورسره لازم قیامت انکار نه وي، نو دغه صورت کې دست انسان اسلام نه نخریجی. در یو فرق شد، بل فرقی داده اصول دین و فروع دین که داده چه فروع دین که واجب دست انسان
یا احتیاط باندې عمل وکي. مسائلو کې مثلا جی وضو بز څنګه کومون سورہ کاته دي منځه واجبات سودی وضو کې سورہ واجبات دي سورہ مستحبات دي نور مسائل دي مختلف طهارت کوم مسائل دي منځه ولا دي روزه ولا کوم مسائل دي خوم زکات سورہ مسائل دي کوم رغلی دي دغه مسائلو کې انسان یا احتیاط باندې په کار دی عمل وکي یا خپل مجتهد وي څه فتوا ورکوي شي یا فتوا نشي که خو مجتهد وي یعنی استنباط کوي شي مثلا باندې ځان پوهوي شي یا په کار دی و مجتهد نه څه عالم وي غنه تقلید وکي او غ مسلو باندې عمل وکي غ څه شان سره مسلې ذکر کړې دي غ باندې خپل کار دی عمل وکي دا فروع دین کې دی یعنی فروع دین کې پس تقلید شرط دی یا خپل انسان په کار دی احتیاط باندې عمل کوي یا مجتهد یا په کار دی واجب دی څه تقلید وکي چا جی اما اصول دین کې حرام دی ته توحید کې ته یو څه خدای منو پلانکی مجتهد ویل دی ته یې کله تا نه خدای نه قبلی ته یو څه ز پیغمبرانو نبوت کړیو چون کې پلانکی کس ویل دی ته یې کله قبلی کې تا نه اندیشان سر قیامت باورید بلکه په کار دی تا کوم وجدان دی کوم فطرت دی خپل مومنی څه خدای یو دی جی. دلیل سره تا ثابت شي څه خدای یو دی دلیل سره تا ثابت شي د څه پیغمبرانو ضرورت و او د مو اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دی څه د څه شي د پر مابو شوه و څه خلق ته خلق یاري نو بسی نور طرف ته جی خلق د خداوند متعال مخلوقات هدایت کی اندیشان سره قیامت باندې کار دی تعقیده ولری سه ایو ورس په کار دی ویسه غیورزه کوم خه کسانی غوته جزا میلاش کوم بعد کسانی غوته سزا میلاش کوم خه کسانی غ بهشت تلار شي کوم بعد کسانی غ جهنم تلار شي دی که اصلا تقلید حرام دی پس اغه کسان څه دلیل په ذریعه غوته ممکن وی څه پویشی په کار دی غ دلیل تلاش وکي مگر اغه کسان څه عجیز وی غ نشي کوي څه دلیل باندې ځان پوی کی خود پرنده کفی دیسه خدای یود پیغمبر شتا و قیامت فرشتا اون دو راحت بوری ولت نور اصول دین که اصلا تقلید حرام دی پس فرق اصول دین فرین داشت سه فرین که حتما به کار ده انسان یا احتیاط بانی عمل بکی یا مجتهد بی خپله یا مجتهد نه تقلید بکی اما اصول دین که به کار ده انسان خپل فطرت به ذریع خپل اکل ذریع خپل زان بکی و که اندقه وجدان دی دعواز بکی چه خدای یو دی پیغمبران منتظر رات و یو لک شل سلو در پیغمبران را غلی دی دی انسان هدایت پر آمدیشان سر قیامت فریزه قتلون کرده جی لذا داد اصول دین و فروع دین فرق و معنی آمدیشان سر اصول مذهب و اصول دین منز که فرق و معنی جی. تاسو خدمت که موارس نویزا تاسو دیر خیلی نکته تا اشاره واکا که چنگ تاسو ایسو اصول دین و فروع دین منز که تاسو کن فرق بینگه څنګه یو تاسو دا بیان کړه چې فروع دین کې پکار دی انسان یا مجتهد شي یا مجتهد تقلید وکړي یا احتیاط باندې عمل وکړي د مو بعض ګران دوستان څه دي غوڼه څه پوښتنه وکړي چې خدای مانی څه او ترته دلیل درته څه دي چې مو مور پلار وځي نه مانو ته غوڼه مانی او ځکه مو مانو کده شي دي تاسو ډیر ښه بیان سم ګرانو کتونکو دینه خبره ګټه حاصله کړی ان شاء الله زه تاسو ډیر ډیر مننه کوم تاسو ډیر خوږ زبان سره او ښه طریقې سره مو ګرانو کتونکو ته خبرو بیان وکړو گرانو کتون کو دغه پروگرام اوس مونږ پېته ورسېدو راتلونکي پروگرام پرې زتا سټول خدای باندې سپارم الله په امان.